یک چیزی تو اتمسفر سیاسی فضای فارسی زبان هست خیلی بخشدناکه نخبه کشه نخبه خوره من هنوز نمیفهمم چرا از خلیل فارسی خلیل ملکی حرفی نیست چه هیتهی دیگه یه کسی دیگه مثل خیل ملکی همین منصور حکمته منصور حکمت چی پیش کردن؟ آدم جالبیه وجود داره جدایی از اون ادعای اون نگاهی که سر کمونیسم میراد جدا بکنی وقتی به عنوان یک انسان زنده اندیشنده حرف میزنه نگاه جالبی داره بدون این که اون آدم ملی باشه ظاهرا ضد نسونالیزمه ظاهرا فلانه ولی جالت ترین نگاه های ملی رو داره یعنی بین منصور حکمتی بین منصور حکمت و مثلا کمونسلمون ها یک اقیانوس فاصله است دلیلش هم اینه که آدم اجتماعیه آدم عکس میوریه آدم که میخونه معناش این نیست که مثلا بقیه چپ ها نمیخونن اتفاقا چپ های ایرانی صد برابر راست ها میخونن اصلا این سرمایه این فضایی که ما الان میبینیم الان این فضای فعالیت سیاسی فضای فعالیت راستا و علکی و ما جنبش چپ رو یا چپ, چپ ها رو نمیبینیم معمولا روشن ایرانی اغلب چپند به و درست حرف میزنن و درست فکر میکنن و جلوترن اینکه دوتار چه سرطانی هستن این سرطان اسلام یا روسی است هرچه که هست اینا رو به گوه کشیده ولی توی همین آدم های جذابی وجود داره که تو به بخش های دیگه نیست و تو گوه مسلمانات نیست یه آدم جذاب تو گوه مسلمانات نیست شما تو همین چپ خرید ملکی رو میبینید خرید ملکی یه سوسیالیست بود و او اتفاقا میگفت سوسیالیسم ملی اون به این وقت رفت میداد به نیروی سوم اینا تو این, زمین نظر پردازی کرد ولی نمیدونم چرا سانسور شده چرا گردن زده شده و بزرگی هم ازش یاد کردن ولی باز ازش نیست عمدی وجود داره که از یکی مثل خیل ملکی گفته نشه همون عمد سر منصور حکمت هم هست منصور حکمت هم بشنوید بعضی وقتا بریم مثلا مصاحبهاشو تو یوتیوب من هنوز مثلا مصاحبهاشو نگاه میکنی میگن این همه طرف میگن این حکمتیسته اون فلان این بساره و چنان سانسورش کرده که شما توی همین یوتیوبش هم بینید سخنانی های نفر صد نفر دیویست نفر مثلا شنیدن احمقانه است صورتی که واقعا جذابه واقعا جالبه و من حکمت رو من بار اول من سال 2000 دو دعوت میکنم به پاریس اونجا نش خاوران دعوت میکنه و اون یارم اکثریتی بوده آدم بدی هم نبوده و اون موقعی مناسبات من زیاد نمیشناختم و دعوت میکنه منطقه اولش به میگه که بین میگه که تو خیلی آدم جنجالی هستی و فلا اینا و اینجا تو سخنانی سعی بکن که مثلا درباره شهر گذاشته شاملو و فلان اینا چون شاملو واسه اینا یه خط قرمز بود دیگه اینا صحبت نکن من واسه یادم تو ایران یک بحث داشتم که شاملو شاعر آرمان شاعر شیعی چون مثلا مقدس ساز بوده بس در, در ایران مثلا معامله میگفتن شاملو شاعر مدرنی جا میزدن تو تفکر مدرن هیچی مقدس نیست هیچی پس حس ما حزب مدرنیه در حزب ما هیچی مقدس نیست تو به همه چی انتقاد بکنی ما هیچ چیز رو مقدس نمیدونیم انسان محترم اما مقدس نیست در واقع تو باید آزاد باشی آزادی بیان یعنی ما ضد سانسوریم همه جور سانسوری و دفاع میکنیم از آزادی بیان بی هست یک آزادی فردی مطلق و تعریف هم آزاد، از آزادی اینه دیگه و هر کسی باید آزاد باشه بازی دلخواهش رو بکنه بدون اینکه مزاحم بازی آن دیگری بشه بعد اونجا من بلاخره با رسام با اون چیز نشد نشد و با چند از این بچه های خارج دوست بودم از جمله یک شاعری بود شهروز رشید در برلین زندگی میکرد شهروز دعوتم که تو شهر خودشون رفت اونجا تطرید دمش کم خیلی هم زحمت کشید و اونجا یک شبشن خیلی خوبی هم گذاشت واسه من و آدم جالبی هم بود آدم باسوادی بود آدم با دانشی بود میتونی با دیالوگ داشته باشی ولی همین آدم راه کارگری بود یعنی این طرفدار شال، شالگونی بود ممرزا شالگونی بعد مثلا همون موقع من یکی دو تا مقاله از این خونده بودم حالم ازش به هم خورده بود و اون از یک چیزایی کم کم این فاس اختلاف منو شرازشی دیم بود اصلا شالگونی بود راستی بود استن بعد تا که بیشتر شاخت چقدر حق با من بوده اون موقع خیلی توی این چپ ایرانی نمیشناختم من مستقل خونده بودم اما روایت ایرانی ها رو این کموسرمون ها رو نمیشتاختم تا همون زمان خونه شراز داشتید یا آقای اومد اونجا به اسم سیاوش مدلسی این با خودش یک مجله آورده بود یه مقاله آورده بود از منصور حکمت بر اول بود که اسمش یادم شنیده بودم که تو این چیزا این کمیسیون کارگری کنفرانس ملیون رو به هم زد یکی از کارهای جالبشون این بود کنفرانس رو به هم زده بودن خیلی هم اینا فوش بود چون موقع فضای غالب فضای اصلاح بود و خیلی هم اینا فوش و کارشون به بسیاری جالب بوده کار درستی کرده بودن و این سیاوش بود مقاله آورده بود از منصور حکمت و من خوندم مقاله علی جرال احمد بود تم درست بود زاویه حمله درست بود اما نسلی که علیه جلال آل احمد نوشته بود خب خیلی ضعیفتر بود من گفتم تو چطور میتونی مثلا به این این چطور میتونه به جلال آل احمد حمله بکنه با چنین نسی؟ جلال آل احمد خودش خدای نسل یک نسل خود ویژه داره و بالاخره باید تو فرم صورت کار با درون کارم باید این همانی داشته باشه دیگه به هر صورت اون بار اولی بود یه با تنز برخورد کردم خیلی من اینجور چیزها بیشتر تو فضای روشن بودم بیشتر کارم فلسفه محور بود تا سیاسی داشته باشه سیاسی بودم اما عملگرا و فلان اینا توی این توی مسائل نبودم و بعدها بیشتر با این یعنی با تاریخ چپ آشنا شده این تاریخ چپ داستان داره بخوز با جریان همین یکی, یکی از کسایی که تاریخ از زمانی که اینا سهند رو داشتن فعالیت میکردن تو ایران تا اینکه مثلا متحد شدید به کمونیست ایران رو با کمول اینا متحد شدن اونو زدن تا بعدش این کمونیست کارگری و تو نگاه میکنه میبینی این آدم مدام حرکت کرده نمونه بارزی یک آدم یک روشنفکر سیاسیه یعنی منصور یک بعد روشنفکر سیاسیه مثل بقیه کشکالش نیست مثلا این تو مشخص ای یه آدم مدرنیه که داره زندگی میکنه به معنای واقعی کلمه یه آدم مدرنه دقدقه داره تا همین الانش هم سخنرانی رو که گوش میکنی باش مخالفی ها. یک مثلا این محدود میکنه کارگر رو بعضی کارگر رو فرض محدود میکنه به کار کارخونه یا کسی که مثلا نمیتونی تو تظاهراتش سرمایه گذاری بکنی مثلا تظاهرات ویژه جنبش دانشجویی نه جنبش کارگری جنبش کارگری رو مثلا فقط توی اعتصاب و محدود کردن تولید و فشار به سرمایهداری از این زاویه می‌بینه من اساسا محدود کردن کارگر به این معنا رو اصلا قبول ندارم این تعریف کارگر باید عوض بشه کارگری این مفهوم بسیار گسترده‌ای داره و اساسا کارگر رو به معنای مارکسی من قبول ندارم چون مارکس وقتی نظریه پیدایش استاد سا... می‌زنه که کارگر دیگه جای کارگر رو نفت گرفته بود حالا اینم بحث های خاص خودمونه به هر این آدم آدم زنده ایه. یعنی تا هر وقت بهش رجوع میکنی نفس میگیری مثل بقیه زنده نیست میدونید این زنده است و اینجور آدم ها که بوی زندگی دارن حس میشن همه حسشون میکنن اون موقع یادمه به حاطه اینکه مثلا همین شهروز که آدم فریخته ای بود شهروز دوستش داشتم ولی از سیاسی عقب مانده بود و من نمیدونم یکی مثل شهروز که اونقدر تو ادبیات خوب خونده بود و آدم جذاب جالبی هم بود اصلا سر همین مثلا راه کارگر و بعد رو بعد تو فرانکفورت دفتیم و نفس مناسب اصلا اصلا ازشون بده اومد و خیلی متحصف شدم وقتی که فوت شد الان یادم خونه اون افتادم چون آدم جالبی بود ببینید مثلا آدم تو چپا اینجور آدم ها هستن به بسیاری آدم جالب میتونی ببینید یه چپا مثل یکیش همین شهرزو داشتید که تازه طرفتار یادو فناتیک مثل چیز بود مثل این شالگونی بود من ببخشید یک نفره چت میکرد صدا مزاحم میشد و صداش خط کردن که آره یک حکمت من همه کتابش رو نخوندم تمام زندگیش دنبال نکردم کتاب بدم بشناسه دیگه ولی تک تو ازش مثلا اون قدم جذاب نبود اون زاویه‌ای که نگاه میکرد اصلا کمونیست ایرانی اصلا جذاب نیستن آدم به اصل میزنه اما این خیلی فرق داره با اون جریان چپ ایرانی قرائت منصور حکمت خیلی فرق داره هر وقت که من نگاه میکنم جذب جالبه یعنی من نمیتونم به این فوش بدم یعنی حتی بدون که ادعای ملی بودن داشته باشه مثل کمونیستای انگلیسیه مثل کمونیستای فرانسویه من همون که دوست آنارشیست در لندن دارم تو به انگلیسی ها همون قدم هم دوست کمونیست و سوسیالیست دارم اما بیتوین ایرانی ها نمیتونم دوست کمونیست داشته باشم اینا فرقه ای هن. اینها حقیقت محتوم دارن اینها میتونی اینا بیشتر یه سکتن سکتاریستن. و تو این نگاه رو مثلا اگه منصور حکمت بود من فکر فکر میکنم میتونستم یه دیالوگ خیلی خوب باش داشته باشم آدم جالبی بود و تو میتونستی باش به نتیجه برسی علارغم این که هنوزم که هنوزه حزب کمونیست کارگری نسبت به بقیه تیفای چپ با اینکه اینا باقی های حکمت نکمت به گو کشیدن هزار شاخه شدن و هنوز میبینی اینها وفادارترن به میدان من یادمه اون موقعی که رو گفتم نمیشناختم فقط اون مقاله رو خوندم بدی هر جا که یادم مثلا صحبت از کمونیست کارگری میشد خود چپ های اینا رو میزدن میگفتن اینا بی سوادن اینا فلانن ولی واقعا اونها بی سواد بودن بعد که کم کم بچه های دیگه رو من دیدم مثلا اونایی که توی کردستان بودن توی ازم کمونیست ایران بودن دیدم بچه های اهل کتاب باهوش تحصیل کرده یه. خود منصور حکمت فکر کنم اقتصاد میخونه در دانشگاه شیراز و واسه ادامه تحصیلش میاد کنت تا این اطراف لندن درس میخونه و دیگه همینجوری بعدش هم که بعد بعد از اینکه لندن درس میخونه سال 57 که میشه بعد میگه دی ایران ایران هم که میره اونجا اسم واقعیش هم رازانیه جوبین رازانیه و این وقتی, وقتی که انقلاب میشه در دانشگاه کنت از اینجا فارغ تحصیل میشه در واقع تو دانشگاه شیراز کارشناسی میخونه بعد میاد تو انگلیس انگلیس دقیقا نمیدونم چی میخونه اما بعد اینکه سال انقلاب سال هفت میشه برمیگرده اونجا اینا یه هسته سهند رو میزنن یه جزواتی هم میدن بیرون اون جزوات هم جالبه خیلی جالبه و یه تنبسی میکنن مثلا یک تحولی در مارکسیزم یعنی از همون اول مدعی بودن مدعی لنگویج سیاسی بودن مدعی تئوری بودن و اگر هرگز تئوری نساختن یه چیز جذابی که مرا خودشون باشه نساختن ولی این علاقه مدام با اینها بود و اگه اینا اهل مثلا یه جای خیلی اون بخش فناتیکشون اون بخشیه که خودشون رو مثلا یک رفتارزنی بولشویستی دارن یعنی لنین رو قبول دارن آدم میتونه بفهمه که مثلا یک مارکس قبول داشته باشه انگلس قبول داشته باشه لنین قبول داری یعنی احساس میکنی که هنوز اون اطلاعات روسیه رو نمیشناسی هنوز اون ضعف لنین بیرون نزده به خصوص خراعت ها نقدای مثلا یکی مثل کروپوتکین رو روی لنین نخوندی یک بودی هستی به هر من از این زاویه نمیخوام برخورد بکنم یعنی علایق کمونیستی مثلا من مطلقا علایق کمونیستی اون از نوع جنسی ایرانی ندارم اما این آدم تو اون فضای گاوگوسفند خدا بود به نظر من و اتفاقا وقتی هم شروع میکنه میدانی مثلا من دو گروه رو دو گروه رو بین این سیاسی های ایرانی میپسندن یعنی اینها واقعا با جمهوری اسلامی تو این چهل سال جنگیدن یکیش مجاهد خلقا هستن یکیش کمونیست کارگریه کمونیست کارگری از لحاظ ایدئولوژی از لحاظ نگاه خب بیشک به بسیاری نزدیک به کمونیست کارگری نزدیکیم اما اونها هم از بس تیکی تیکی شدن فرقه ای شدن یعنی بزرگترین خائنان به منصور حکمت همین های، جزایر کوچک و جدا افتاده کمیسی کارگری یعنی از بس تیکی تیکی شدن و ما حتی صدای منصور حکمت رو نمیشتویم منصور حکمتی که مثلا, مثلا مثل شیهات برایش مثلا اون اوایل مثلا واسه بزرگ داشت گرفتن قبلش و گروش و گرامی داشتن ولی عملا ما الان هیچ صدایی از منصور حکمت نیست فیل شده شما تو یوتیوب میبینید انواع و همشون تلویزیون دارن ولی ما کتاب های حکمت رو نداریم صدای حکمت رو نداریم کچوت این تبلیغاتی سرمون نمی کنن و این وحشتناک این اخلاق ایرانی هست. تا وقتی که زنده است رو می اتفاقا تو سن من تو سن من در همین لندن فوت شد می‌گیره، می گیره در پنجا سالگی در لندن می ولی این 51 یک سال عمری که می کنه عمر خلاق می کنه. شیراز ف... اول فعال بوده می ده. شیراز میگیره بعد میاد. بلاخره نشد درباره حکمت حرف بزنم حرف خودم به اصل قضیه بپردازم یکی زنگ زد ما رفتیم تو اون لاین و به هر صورت خلو, خلو خلاصه بکنم من فکر میکنم که بچه های یه یک کسایی داره چپ ما باید اینا رو بخونی این آدم های جالبیه مثل خیلی ملکی مثل منصور حکمت مثل آدم های جالبی که مستقل بودن من دقیقه یادم وقتی خارج کشور رو اومدم همون کسایی که دوربر بر میزبان بودن یا نوع همون سیاوش مدرسی من اصلا اینا نوع رفتارا اینقدر پشت سر اینا گفتن هی گفتن اینا بی سواده، اینا چیپن اینا الکیان اینا فلانن که من واقعا تا دو سال اول اصلا به اینا نزدیک نشدم یا تو نخوندم چیز دربارشون بعد ها دیدم که هر کسی هر جا شروع میکنه گروه هایی که اعتراض میکنن یا محکوم میکنن جمهوری اسلامی رو همین کمیسی کارگری هستن یعنی شما بین بعد فهمیدم دلیل اصلی که مثلا توده یا راه کارگری یا یا مثلا اکثریت یا اینا رو میکوبن چیه به خاطر اینکه اونا وابسته به حکومت بودن مثلا من یادمه که همین شالگوری یک مف... مقاله مفصل نوشت بود درباره آزادی منتظری این دغدغه‌ش بود که منتظری از هست آزاد بشه اما یک کلمه درباره منصور حکمت ننوشت میدونید این بدبختی هاست این یعنی این خیلی بده وابستگی بده گوه مسلمون که باشی یعنی وابسته ای این که من تأکید دارم روی استقلال ایرانیان یا تحت فرد و روی اصل انتخاب تو نوع تفکر تو این به خاطر این تجربه هایی که کردم در واقع من گروه حزب مستقل اصلا ندیدم حزبی که مخالف جمهوری اسلامی باشه باید در قدم اول بفهمه که مخالفت با جمهوری اسلامی معنی نمیده تنها چیزی که معنی میده جنگ با زامبی هاست جنگ با اول فشن جنگ با ضد انسانه جنگ با اسلامیست هاست و ما با جنگ پروسه جنگو داریم گفتگو و فر اصلا با اسلام نمی در اسلام اسلام اصلا نمیفهمه گفتگو یعنی چی چون تا بخوای بجنبی گفت تو رو بدل به گوه میکنه در واقع اسلام در اسلام ما گفت داریم گفتگو نداریم برای همین تمام این مزخرفاتی که شما میشنوید گفتگوی تمدن و از روی این زاویه است که تنها متفکر ایرانی که به یارانش دستور میده میگه بری این کنفرانس بلینو در داغون کنید همین جوبین رازانی یا مسئول حکمت بوده چون اساسا اساس اسلام رو میشناخته و میدونست که با چی داره مبارزه میکنه من به هر توی این بیس سالی که من در غربم دارم نگاه میکنم من فقط همین کمیسی کارگری یادم بین سوسیالیست ها و کمونیست و چپ ایرانی تنها گروهی که در حال جنگ با جمهوری اسلامی بودن و گپ داشتن فاصله داشتن با اصلاح طلب همین گروه کمیسی کارگری بود این اواخه یکی دو سال اخیر بعضی هاشون میبینم که مثلا با اون شعبان و همایون کار میکنن این آدم هایی مشکوکی هستند، بعضی می میرن تو بی بی سی. این خط مسئول حکمت نیست این خط کمونیست کار... کمونیست ایران که تو کردستان جنگیدن نیست میدونید ماجرای حزب کمونیست ایران اون هم اونم ماجرای شنیدنیه در, در واقع اینا حزب کموله وقتی که در حال جنگ بود یک حزب بسیار بزرگی هم بود سازمان بندی داشته ساختاری داشته و سهندی ها و این اینجور افراد اینا در واقع یک گروه پیشرای مارکسیستی بودن که توسط کمولهی ها اینا دعوت میشن دعوت میشن به کردستان و اونجا یه جی جی چند تا گلو آرام دقیقا نمیتونم اینا متحد میشن به حزب کمونیست ایران رو به دست میدن به هر اینا رو باید بشین بخونید نگاه بکنید به نظر من شناخته می آدم یک کلیاتی در باره یک منصور حکمت بدونه شما باید این سرگذشت رو بشناسید و خیلی ناگاهان می در سن منم میمیره فکرش فرقشو. از منم یه آدم فعال مثل من که مدام دارم حرف میزنم ناگام بگن این سرطان گرفته و در حد زبان بمیره سرطان گرفتنش مشکوکه نه مرگش مرگی که بر احساس سرطان مشکوک نیست ولی سرطان گرفتنش مشکوکه اون یه آده با اون انرژی با اون قدرت الان ما مایت جمهوری اسلامی میشناسیم ما میدیم که چگونه ترور نرم میکنه چگونه ترور شخصیت میکنه الان ما مایت اصلاح تلوار داشتیم. در واقع به هر صورت اینا رو باید خودتون به بیشتر بخونید من اینا از این جهت گفتم که چون جامعه ایرانی جامعه بیرحمیه و مدام در حال قتل عام فرزندان واقعی خودشه اینا هرگز یادتون نره الراز ایدولوژیک با منصور حکمت تو خیلی جا خصوص اونجا که مثلا پیور درباره کمونیسم بحث میکنه من 180 درجه مخالفت دارم ولی همین آدم منطقی بحث میکنه همین آدم شما رو فریب نمیده تو میفهمی که این آدم مستقل این آدم خودشه شک نمیشه داشت که این آدم با هیچ قدرت و دولت و گروه و در حال زد بند نبوده ریاکار نبوده نیازی به ریاکاری نداشته اینا جذابیت آدم هست همونجوری که میدونم که خلیل ملکی مهاره که با هیچ گروهی زد بند داشته باشه با یه حکومت خارجی روان اینا در واقع در ایران به در چپ ها هر چه فرقه ای بودن هر چه موزمار بودن موزی بودن این یا کار بودن میشه کار سیاسی کردن یعنی اونی که دیگه کارتر تره میشه سیاسی سیاسی این معنا رو نمیده س... سیاست یه دیش، از آن هم که نگاه بکنید یعنی روش سازیه یک سیاست مدار باید روش ساز باشه روش های مبارزی رو سیاسیه روش های بوده باش یک کار سیاسی در واقع سیاست همه جا هست عنصر زنده است توی ادبیات هم ما سیاست داریم همه ادبیات سیاسته همه ی فلسفه سیاسته اساسا ما در زیست در بود و چیزی جو سیاست نداریم انسان غیر سیاسی فقط حیوان میتونه باشه به تعبیری از این جهت اینجور آدم هایی که حالا هر ایده ای دارن اینا که مستقلن زیبان شما فکر یک نفر من از فرود, و فرود, و فرود بند حرف میزنم کسی که از پادشاهی میگه که من آنارشیز متنفرم ازش بعد فرود فولاد رو رفت به مثلا منصور حکمت چرا؟ این, آد... این دو نفر در یک کلمه هم وجه اشتراک ندارن اما هر که هستن آدم خودشونن اگه هیچ هم حالشون نباشه آدم خودشونن خودشونن این ارزش داره یعنی ما وقتی میگیم که مثلا دنبال یک ساختار سیاسی هستیم که در چند حزبی باشه مالتی پارتیز باشه در واقع اون احزاب رو مستقل میخوایم روسی نمیخوایم خود حزب توده کم زمان نکشیده در ایران بخش مثبت به بسیاری داره توی خود توده یا آدم جذاب به طور فردی کم نداریم آدمایی که زحمت کشیدن اما حزب جاسوسه یک بنیاد یک سازماندهی جاسوس محور داره مدام به ما ضربه زده هنر حزب توده اینه که بیشتر این جاسوس ها رو در ارتش داشته از این مگه کسیفتر میشه یه حزب سیاسی بره جاسوس بذاره تا ارتش رو خودش داشته. یعنی چی؟ چرا در ارتش ایران زمان شاه حزب توده اون همه جاسوس داشت اغلب سروان شد سر اینا همه جاسوس حزب توده بودن به خاطر اینکه باید سکرت ها و اسرار نظامی رو کش بیرفتن و به روسیه انتقال میدادن و الا واسه یک حزب سیاسی جاسوس داشتن در ارتش که نباید دا جذابیت داشته باشه چون حزب توده هرگز موجد یک کار ساز با اون اگه سیاکل ما داریم بیشتر مال فدایان خلقه و وقتی که اون فلسفه منشویک بالشویک پیاده شده بود قبل از اینکه اکثر تقلیت بشن این چیکای فدای خلق بودن این در واقع دو دوره پیور خودشون اونا بعد ما جالبی هن. یعنی شما اگه توجه بکنید در تاریخ سیاسی ایران تمام احزاب رو نگاه بکنید وقتی حزب تشکیل شده یه سری جوانن یه سری جوان که اصلا غیر ممکنه به جایی وابستگی داشته باشن از مجاهدین خلق نگاه کنید تا چیکای فدای نگاه کنید تا همشون همشون 22 سال 18 سال 17 سال 23 سال اینا نمیتونن به جایی وابسته بشن اینا خود اون شورن اون شوری که از شعور دور بوده از شعور دور بوده چون شاه مطالعه رو قدقم میکرده چون شاه از سیاست میترسیده شاه فقط خودش رو تنها سیاست مدار ایرانی میخواسته و این خیلی قابل تحمل بوده و این ظلم کوچکی نبوده اگر الان ما چهل سال تاوان میدیم اگر ما در تله ها افتادیم به خاطر همین حراس و عقدهای بودن شاه بوده اینو به شما نمیگن به هر صورت من فکر میکنم که اصلا ما باید چرایی واقعی اونه بشتاسیم همین منصور حکمت فکر کنم دویزار, دویزار یک همون سالی که من اومدم خارج اون مرد جالبه یعنی من الان که تنها شخصیت جالبی که مبنای تئوریک داشت مدرن بود اغده ای نبود میدونی اهل حال بود اهل زندگی بود گیتاریست بود و در باید سکشوالیتی نظرات لیبروی داشت که سر هشتاد درجه مخالف بقیه چپ های ایرانی بود و ترستاک بود من بعضی وقتها فکر میکنم اینجور آدم ها برای جهان اسلام به خصوص اینکه وقتی حزب کمونیست کارگری میزنه هم در عراق حزب کمونیست کارگری میزنه هم در ایران میزنه خب واسه میده میلی... خبر میانی یه خطرناکه این برای روسیه خطرناکه برای آمریکا خطرناکه برای نوع اتفاقی که ما اونجا داریم خطرناکه خب اینا رو میزنن و در پنجا یک ساله یه توی انگلیس پنجا و یک ساله نافین هیچی آدم سرطان بگیره در چشم افزانی هم بیفته بمیره اونم در آجو گل دادن هر که تا این میدان اون می کنفرانس رو من اون موقع یادم دو مخلدات در اوج فریب بودن این گفتگوی ای تمدن ها و اینا اومده بودن با آلمانی هم سر کار بزنن که کمیسی کارگری ها میرن اونجا لخت میشن اونجا به گوه میکشن بعد میشن منفور بعد چپ ایرانی که خارج از کشور بوده این کارشون رو منفور میدونه چون جمهوری اسلامی خرج میکرده یعنی امنیتی ها وارد شده بودن دیگه اکبر گنجی و فلان و دولت آبادی و یه مش کسافت ریخته بودن در برلین و میخواستن چهره نرم و ساخت و دموکرات اسلام رو مثلا غالب بکنن و مردم ایران رو بدبختر بکنن و تنها گروهی که میره اونجا و این جمله به هم میزنه کمونیست کارگری بوده و واسه این کار تا همین خارج از کشور منفول میشن میگن آره اون جنبش استاتری بینا رو به هم زدن با فلان شدن از مزخرف بازی ها. و خب این حس ما الان نداریم چگونه داغونش کردن با خودخواهی های یه مش مثلا گوسفند هفت هشت پارتی شده هکپتیس تا حزب کمونیست فلان و حزب کمونیست کارگری فلان و بسار و حد چاپن بخش شده و سرین هیچ خودتی ما دیگه زیاد ازش نمیبینیم یه بخش از زنانش فعال بودن دفتن مثلا اون یه گروه ایکس اسلام رو زدن اسمش جالب ها ایکس اسلام یعنی قبلا مسلمون بودیم از اسلام رو گاییده منان اینا, اینا, اینا هم لیبرال یعنی حتی منتجاشون که منحرف از اون ساختار سیاسیشون میشن سیاسی تر میشن جالب میشن چون اون بیس اون بیس اون ساخته مثل شما ایران آرشیو هر بلایی که بعدا بعد از من سرتون بیاد بیستون قویه بیستون ملیه بیستون بر اساس تفکره الان تو این سه سال مدام در میدان بودید در حال جنگ بودید تاوان بودید زندان میرفتید خب ولی اگه فرصتی دست بده بشینید بحث ها رو دوباره مرور بکنید کتاب ها رو بخونید دوباره این جا بیفته نست دیگه بیاد یه فیلم که یک اتمسفر بزرگ شما دارید میخوام بگم که ما بزرگترین دشمن ما سانسوره و کسیفترین سانسورچی ها همین چپا و کمیلیست های ایرانی هن اسلامیست های نمیگن که اونا اصلا حیوان اصلا ولشون کن اونا که اصلا اصلا به اللهشون بند بکنه میشه فلان یعنی به خودشون رو مقاید میدونن که گذرشون بزنن همین کاری که الان این کارهایی که دارن میکنن هی چه تو میگن فلانه دیگه موندن دیگه موندن چگونه این علی خفه بکنن هیچ گویی هم نمیتونن بخورن چون این آدم یه بیس ادبیاتی داره و میشناسه دنیا اینو به این همه زمان ترجمه شده و اگه تئوریش بکنن کارشو به کامل بینه باید چیکار به حرفای مزخرف بزنن این در ترکیه است، این میره فلان این بساره حتی زندگی نامه منم هم حذف میکنن برید ببینید مثلا توی ویکیپیدی های فارسی من چه بلایی آوردن اصلا شعر هفتاد ما دو سه نفر بودیم از نسل گذشته با براهنی بوده از نسل محمد بوده مداد فلا بوده در واقع چرای کلیدی همین چهار نفر بوده در شهر هفتاد اساسا شهر هفتاد رو اسم کاملا هست شده مداد فلا رو چون با من بوده اصلا اون گردت اوتش کردن یه کسانی میبینی همه حزب علی رضا پنجه ای اون کارمن، اون فلانج مثلا شهرداری میبینی یه سری احمد رضا احمدی میبینی که مال دهه 40 شمس میبینی مال دهه 60 ساری اصلا یه اسامی میبینی که اگرم درست هست مثل فرشته ساری مال دهه 60 مال هفتاد نیستن یادم راست اساسا جنبش دهه 70 از شعری یه جنبش رادیکال بود یه جنبش آوانگارد بود وسی رادیکالی یعنی منتقدی یعنی اساسا ما اونجا میگفتیم که دست ما باید منتقد خودش باشه من خودم بچا میگفتم بچا مثلا خایمان مثلا به عنوان حقوقی درباره یه کتاب اولام گفت شاکار فلان این نابغه است از حرفا همه هم من هم حسودی هم میکردن من شروع کردم تحقیق کرد که ما باید منتقد خودمون باشیم اصلا اجازه ندید که نسای گذشته ما رو معرفی کنن ما خودمون باید همدیگه رو معرفی بکنیم و این جنبش بد شده بود که نسای گذشته کتاب در می آوردن میفرستادن واسه من که من اگه خودم این نسای تو مصاحبهام یه اسمی ازشون بیارم یکی مثل مثلا فرخ تیمی خیلی هم آدم بزرگواری بود یه در زیستمان زیست شاعر بود هر کاری که بهش زنگ میزد من واسش میخوندم یا مثلا همین بیژن الهی که از همه اینا باسواتر بود در بده تو میدان انقلاب تو کتاب فروشی دیگه همه میدونن میگهش که من ببینه مثلا از نزدیک این فروتنی ها ما داریم این فروتنی ها رو ما تو روش داریم توی جنبش چفمون داریم تو جنبش ما جنبش راست داریم ما تو سیستم شاهنشاهی و فلان اینا فقط چرت و داریم ولی تو این سه سال جز ما جز همین نست جوانی که کاد به استخانش رسیده من غیبت همه اینا رو میبینم به خاطر اینکه چهره رو میزنن به خاطر تفکر اصلی رو میزنن از این جهتی که یکی مثل خلیل ملکی باید زنده بشه احیا بشه یکی مثل منصور حکمت باید احیا بشه چون اینا اورجینالن اینا اورجینالن واقعا فکر نکن که اشاره داری به امر مهال میکنی به خاطر اینکه هر سال که میگذره ما شناختمون نسبت به مناسبات سیاسی و تکنیک های اطلاعاتی بیشتر میشه اصلا چرا باید فرود فرادن بله به ترکیه خود فرادمند یه آدم باهوشه رد همه چیز رو خوب میخونه ناگهان این پامش میاد ترکیه که از اون را بده ایران خب مشکوک همه چیز و من خب حالا در اون زمین زیاد نمیدونم ولی به هر این امر محال نیست هر چیزی ممکنه خیلی از داستان ها باید از نو خوانده بشه خیلی از اتفاقاتی که در 40 سال گذشته یک سال گذشته اتفاق افتاده باید بازخوانی بشه الان ما به همون حمله فروغ جاوید، جاویدان مجاهد خلقا باید یه جور دیگه نگاه بکنیم چه کسانی می جنگن؟ اصلا جنونوار بود کارشون شما فکرشون بکنید اگر مجاهدان خلق بعد از مثلا جنگ ایران و با عراق، ایران و عراق حمله نمیکردن در یه دیگه یه اگه حمله میکردن یه یه جور دیگه اگه حمله میکردن شاید صد درصد موفق می شدن دقیقا وقتی که خمینی میمیره یا مثلا تو اون اون فضا یا, یا فکر کنم دقیقا را یادم نیست خمینی فکر کنم مرده دقیقا پایان جنگ مردم جشن میگیرن ناگهان می‌بینند که این جنگ از سمت عراق دوباره ادامه داره این خودش تاثیر روانی مخرب میذاره در صورت که ایده ای اونها ایده ای درستی بوده اونا خوب تشخیص داده بودن با جمهوری اسلامی باید جنگی جمهوری اسلامی رو باید برانداخت هیچ جایی هم جز این وجود نداره تغییر نرم و مزخرفات درباره ایران جمهوری اسلامی یا ایدولوژی های اسلامی مطلقا مستاق نداره هر ایدولوژی که منتج از روایت های اسلامی میشه اهل گفتگو نیست در درون خودش یک شیب داره مثل همون دیکتاتوری که در قرآن نشسته و میگه ای هل از این آمنو قتلو فی سبیل الله الله میگه میگن از قرآن میگه زبان الله خودشون میگن اللهشون اینو میگه پس همه چیز مزخرفه اصلا بحث کردن در این باره و اینا پاسخ ندارن به من بدن هرچی که لقب خودشون رو روی من میزنن شایه درست میکنن هر طور رسانه هم دارن دیگه من در یک گروه تلگرامی حرف میزنم اونا در این همه مدیایی که دارن و همیشه هم میگم جرأت هم ندارن اسم من رو بیارن چون بازم بم میشه بمب میتره که غیر مستقیم حرف میزنن